با سلام خدمت مخاطبین گرامی بنده امین سیاری هستم در خدمت شما خواهم بود با آموزش نرم الکترونیک ورک بنچ برای شبیه مدارات الکترونیک این آموزش در شش فصل تهیه شده تدوین شده در فصل اول آشنایی با نرم الکترونیک ورک رو خواهیم داشت در فصل دوم تحلیل دی سی. فصل سوم تحلیل ای سی. فصل چهارم تحلیل ترانزیستور نیمه هادی و تقویت کننده در فصل پنجم آپریشنال امپلیفایر یا همون تقویت کننده های عملیاتی رو پیگیری خواهیم کرد و در فصل آخر مدارهای منطقی دیجیتال قبل از اینکه وارد آموزش بشیم وارد محیط نرم افزار بشیم بنده توضیح رو خدمتتون عرض کنم در صورتی که از این نرم استفاده می کنید بر روی ویندوز 10 و بالاتر و همچنین ویندوز 8 لازم هست که این نکته را رعایت کنید به محل نصب نرم افزار مراجعه می درایو C پوشه پرگرم فایل EWB ای وارد این پوشه که شدید ارز کنم که فایل اگزه این نرم پیدا می روی فایل اگزه کلیک راست می گزینه پراپرتیز تب کامپتیبیلیتی اینجا گزینه run this program in compatibility mode رو انتخاب میکنیم و اینجا ویندوزی که انتخاب میکنیم برای ویندوز ویستا قراره که باشه که این نرم افزار به راحتی اجرا بشه و خطایی نداشته باشه وقتی که این رو انتخاب کردید اوکی رو میزنید و میتونید بدون مشکل وارد محیط نرم افزار بشید ما نرم افزار رو باز میکنیم وقتی که نرم افزار رو باز کنیم با همچین اروری مواجه میشیم این ارور ارور مهمی نیست این به دلیل اینه که ورژن ویندوز و سیستم که ما استفاده کردیم بالاتره و ورژن نرم افزاری که اینجا استفاده شده این نرم افزار توسعه داده نشده مدت طولانی ورژن نرم افزار آخرین ورژن همین ورژنی هستش که اینجا ما داریم استفاده میکنیم این به این دلیل هست و مشکلی از این بابت وجود نداره شما در این پنجره محیط نرم افزار الکترونیک ورک رو رو ملاحظه فرمایید در حقیقت یک آزمایشگاه مجهز الکترونیکیه که به صورت گرافیکی این المانهای الکتریکی رو روی مانیتور شبیه سازی میکنه این نرم افزار از جمله امکاناتی که داره برای آنالیز مدارات آنالوگ و دیجیتال به صورت همزمان تمامی گیت های دیجیتال ارز کنم که فیلیپ فلاپ ها شیف رجیستر ها مالتیپلکسر و دی مالتیپلکسر انکودر دیکودر اغلب آی سی های تی, تی و سیماس تو بخش دیجیتالش وجود داره از جمله دیگر ابزارهایی که وجود داره برای بحث دیجیتال مبدد لاجیک برای تبدیل جدول ساعت به توابع جبر بول و مدارات دیجیتالی سیگنال جنراتور کودهای هگزادسیمال و باینری به همراه لاجیک آنالیزرش برای تولید و نمایش سیگنال های دیجیتال این تو بحث دیجیتالش بود برای اندازه‌گیری و توانایی آنالیز و نمایش رو داره مثلا برای محاسبه پارامترهای دیسی از قبیل ولتاژ و جریان گره های مدار محاسبه و نمایش منحنی حالت‌های گذرا ترنسینت تحلیل فوریه ولی به صورت کلی توی نسخه تجاری این نرم افزار نرم افزار الکترونیک ورک بنچ انواع مدل های آی, آی دیجیتال بیش از 1300 مدل برای انواع دیود، انواع LED ها، 1400 مورد برای ترانزیستور های BJT، 1200 مورد برای انواع آپ امپ ها مقایسه کننده ها، همچنین انواع مدل های متعدد برای ترانسفورماتورها، ها، رله ها، خطوط انتقال و غیره. همینطور که در جریان هستید برای اینکه ما بتونیم طرحهایی که توی آزمایشگاه به صورت عملی میبندیم رو توی نرم افزار هم از صحت و سقم و تأثیر عمل کرده درست مدار مطمئن بشیم میایم از نرم افزار های شبیه ساز استفاده میکنیم به صورت کدی نرم افزار ساز ابزار کار مهندسین هستند مهندسینی که با الکترونیک و با مدارات الکترونیک سر و کار دارن از این نرم استفاده میکنن برای شبیه سازی نتایج داده هایی که وجود داره این توضیحات مقدماتی بود که خدمتون عرض کردم و حالا با محیط نرم افزار و نوار ابزارها آشنا میشیم. این قسمتی که ملاحظه میفرمایید صفحه سفید رنگ که نامشم آن تایتل هست به عنوان میز کار یا ورک بنچ استفاده میشه. از جمله دکمه های مهمی که اینجا وجود داره این دکمه هست کلید اکتیو سیمولیشن دکمه یا کلید Active Simulation برای اینه که ما وقتی طرحی رو اینجا ترسیم کردیم اینجا به وسیله این دکمه بیایم مدار رو صفر و یک کنیم به به اصطلاح خاموش و روشن کنیم اگر بخوایم که مثلا فرض کنید منحنی پاسخ فرکانسی طراحی کردیم بخوایم در حد یک ثانیه یا چند ثانیه اون منحنی توقف داشته باشه به جای اینکه دکمه رو صفر رو بزنیم کل از کلید پاز استفاده می‌کنیم از جمله قسمت مهمی که اینجا وجود داره به این میگن نوار منو اینجا این دکمه هایی که وجود داره بهش گفته میشه نوار فرامین این دکمه هایی که اینجا وجود داره بهش گفته میشه نوار ابزار قطعات و دستگاه ها این بالا که الکترونیک ورکبنش نوشته شده بهش گفته میشه نوار عنوان این بالا عنوانش الکترونیک ورکبنش و اینجا اسم پروژه که آن هست اینجا نوار وضعیت رو میتونید مشاهده میکنید تو این نوار وضعیت اطلاعات مربوط به آنالیز مدار مثل از قبیل دمای محیط آنالیز و زمان تحلیل نشان داده میشه نوار وظیفه این نوار وظیفه برای ساماندهی و مدیریت برنامه ها و اینها استفاده میشه از جمله دکمه مهمی که وجود داره دکمه ماکسیمایز برای بزرگ کردن صفحه، مینیمایز برای کوچک کردن و دکمه کلوز. این توضیح هم در مورد این نوار ابزار قطعات و دستگاه ها بگم. تو این نوار میتونید از قطعات و ابزار مورد استفاده توی مدارات الکترونیکی و همراه دستگاه اندازه گیری مثل اینجا که دستگاه مولتیمتر هست، دستگاه فانکشن جنراتور هست، اسیلوسکوپ هست و موارد دیگه که وجود داره استفاده کنید. دکمه که اینجا وجود داره گزینه create sub هست این برای چه استفاده میشه این دکمه برای بندی مدار طرح شده حالا تو های بعدی راجع به این با جزئیات کامل بحث میکنیم. دکمه بعدی که وجود داره دیسپل گرافس هست این برنامه برای نمایش نتایج تحلیل مدار به وسیله دستگاه اندازه‌گیری میتونه آنالیز های دیگه ای مثل محاسبه پارامترهای های DC حالت های گذرا تحلیل فوری و پاسخ فرکانسی رو انجام بده. تمام نتایج این مواردی که گفتم تو این پنجره خلاصه میشه. وقتی هم که روش کلیک کنیم پنجره مزبور باز میشه. ما اینجا میتونیم پاسخ فرکانسی داشته باشیم، میتونیم حالت های گذرا و تحلیل فوری و موارد رو ببینیم که ما نحوه کارکرد و انجام پروژه آشنا میشید. دکمه بعدی مهمی که وجود داره دکمه کامپوننت پراپرتیز هست با کلیک کردن روی این دکمه پنجره مربوط مربوط به پارام تعیین پارامتر های قطعات برای وقتی که هایلایت شده میشه انتخابش کرد استفاده کرد از این. حالا گزینه‌هایی که در این قسمت وجود داره رو بررسی میکنیم. مهمترین گزینه‌ها فیورت با انتخاب این گزینه چه اتفاقی میفته یکی از مداراتیه که به صورت ساب تعریف شده و وقتی که اینو انتخاب میکنیم اون مدار به این صفحه ورک و میز کار ما انتقال داده میشه که با این دکمه جزئیاتش رو با انجام یک پروژه بهش اشاره میکنه دکمه بعدی که وجود داره سورس سورس ها چه کاربردی دارن وقتی که روش کلیک کنه انواع و اقسام منابع تغذیه مثل باتری منبع جریان دی سی ولتاژ AC من به جریان AC منبع ولتاژ کنترل شونده با ولتاژ منبع پالس منبع AM FM و غیره تو این دکمه وجود دارن قسمت بعدی بیسیک هست بیسیک چه کاربردی داره برای قطعات پایه و اصلی مدارات الکترونیکی استفاده میشه مثل مقاومت خازن سلف ترانس سروسط پتانسیومتر ارز کنم خدمت شما که کلی کنترل شونده با جریان و غیره و کافی هر کدوم از این قطعاتی که خواستیم کلیک چپ رو نگه داریم و اون رو به حالت درگندرا به صفحه ترایمون اضافه کنیم بخش بعدی که وجود داره دیوت هست همینطور که از ظاهرش مشخصه انواع و اقسام دیوت ها در اینجا نمایش داده شدن از دیود معمولی دیود زنر، دیود LED و موارد دیگه مثل دیود شاتکی و اینها. ولی به صورت کلی بخوام خدمتتون عرض کنم شامل دیود معمولی، دیود زنر، LED، LED دیود شاکلی، تریستور، دیاک و پل دیود. نوار ابزار بعدی که وجود داره مربوط به ترانزیستور هاست. خانواده ترانزیستور ها اینجا وجود دارن. و کافیه که اینها رو هم مثل بقیه این قطعاتی که خدمتتون ارز کردم به حالت درگند دل... دراب انجام بدید چه قطعاتی اینجا وجود داره ترانزیستور هایی مثل ترانزیستور BJT از نوع PNP و NPN ارز کنم خدمت شما که جیفت با کانال N و کانال P ماسفت که مصفت ها هم نوع افزایشی کانال N کانال P مصفت نوع توری شونده کانال N و کانال P و بقیه قطعاتی که اینجا وجود داره دکمه بعدی که وجود داره آنالوگ IC تو این نوار انواع تقویت کننده های عملیاتی آپ امپ مقایسه کننده و PLL قرار داره گزینه بعدی میکسد آی هست برای دسترسی به انواع مبدل های آنالوگ به دیجیتال ADC و DAC استفاده میشه علاوه بر ممدل ها IC555 که یه IC تایمر هست مولتی ویبراتور استابل قرار دارن دکمه بعدی که وجود داره دیجیتال آیسی هست با کلیک کردن روی این دکمه نوار مربوط به IC دیجیتال سری TTL و CMOS ظاهر میشه که همینطور که ملاحظه فرمایید سری های 74 هست 74 دو که در مبحث دیجیتال و فصل آخری که مربوط به این مبحث میشه ما اونجا آی ها رو بررسی میکنیم تنظیماتش رو انجام میدیم و گزینه بعدی که وجود داره برای گیت های منطقی استفاده میشه شامل گیت های اند اور نات گیت های پایه ایکس اور و یه سری مدارات دیگه مدارات دیجیتال دیگه مثل چی مثل اشمیت تریگر، بافر و آی از این قبیل که وجود داره. گزینه بعدی پنجره بعدی که از دیجیتاله. با کلیک کردن روی این گزینه نوار مربوط به سایر قطعات دیجیتال ظاهر میشه مثل شامل انواع فیلیپ ها مدارات نیم جمع کننده و جمع کننده مالتی پلکسر، دیکودر انکودر شف رجیستر ها و انواع آی شمارنده که ما با اینها هم پروژه انجام خواهیم داد. گزینه بعدی که وجود داره ابزارهایی مثل آمپرمتر، ولتمتر، لامپ، پراب، 7 سگمنت معمولی، 7 سگمنت با مبدل بی دی به 7 سگمنت، بیزر و بارگراف قرار دارند. شما اگر خواستید که متوجه بشید هر کدوم از این قطعات اسمش چیه، نامش چیه، چه کاربردی داره، مصر رو روی اونها چند ثانیه نگه میداریم و اونها این اسم رو به ما نمایش گزینه بعدی که وجود داره کنترل هست توی نرم افزار الکترونیک ورک بنچ این دکمه کاربردی که داره از قبیل مشتق انتگرالگیر، انتگرال تابع بهره تابع انتقال ضرب کننده و مقسم جمع کننده و غیره این گزینه برای چی استفاده میشه برای تعدادی از قطعات و ابزار کار مثل فیوز ارز کنم خدمت شما که خطوط انتقال کریستال موتور سی، لامپ تریود مبدل های سی به دی سی و غیره یه ابزار جالب دیگه هم داره که در پروژه ها از زیاد استفاده می و تایتل بلاک بلوک عنوان گزینه آخری که وجود داره این گزینه هست که شامل ابزارهای آزمایشگاهی ابزار مولتیمتر فانکشن جنراتور اوسیلوسکوپ بود پلاتر ورد جنریتور لاجیک آنالیزر و لاجیک کانورتر اما چون که این قسمت یکی از بخش خیلی مهمه و دستگاه اندازگیری در اون قرار داره یه توضیح مختصری خدمت نرس کنم این مولتیمتری که اینجا هست سوانایی اندازگیری ولتاژ و جریان در حالت AC و DC رو داره مقدار مقاومت رو نشون میده همچنین مقدار بهره بر حسب به فانکشن که وجود داره توانایی تولید های سینوسی مربعی و مثلثی رو با فرکانس قابل تنظیم که محدودش هم بخوایم خدمت ناراز کنم از یک هرت تا 999 مگاهرت وجود داره همچنین مقدار دامنه دیوتی سایتل مقدار آفست دی سی برای سیگنال های خروجی هم میشه باش تنظیم اینم از گزینه فانکشن جنراتور گزینه بعدی اوسیلوسکوپ هست که اگر کلیک کنیم این که باز بشه گزینه بعدی گزینه اسیلوسکوپ هست از اسیلوسکوپ چه کاربرد داره چه استفاده ای داره میتونیم برای نمایش شکل موج ها ازش استفاده کنیم که یه سری امکانات دیگه ای مثل اسیلوسکوپ دو و اینها رو هم در اختیار ما قرار مید. برنامه بعدی یعنی میشه گفت کاربرد بعدی که وجود داره گزینه بود پلاتر هست چه کاربردی داره برای آنالیز و رسم منحنیایی فرکانسی مدارات تقویت کننده و فیلترها میشه ازش استفاده کرد مثل جاروب فرکانسی ارز کنم خدمتون ترسیم منحنی تغییرات بهره و فاز بر حسب فرکانس گزینه بعدی که وجود داره ورد جنراتور هست برای کار با مدارات دیجیتال وسیله بسیار کاربردیه به این صورت که برای راه اندازی و تولید سیگنال های صفر و مورد نیاز مدارات دیجیتال به کار میره ورد جنراتور این نرم افزار قادره که تا دو کیلو بایت پالس های و, و به صورت ترکیبی 16 بیتی تولید کنه و اونها رو هم خروجش هم میشه به صورت کودهای های اسکی یا هگزادسیمال ویرایش کرد و این یکی از ابزارهای جالب این نرم افزار است مورد بعدی که وجود داره گزینه لاجیک آنالیزر هست برای مشاهده سیگنال های دیجیتال از وسیله به اسم لاجیک آنالیزر استفاده می کنیم این لاجیک آنالیزر 16 تا کانال ورودی داره میتونه همه سیگنال های اعمال شده به ورودیش رو به صورت همزمان نشون بده. و گزینه بعدی که وجود داره لاجیک کانورتر که آخرین گزینه هست یکی از ابزارهای قدرتمند و جالب برای طراحی مدارات دیجیتال توی نرم افزار EWB هست. حالا چه کاربردی داره برای تبدیل جدول صحت به تابع جدول برای تبدیل جدول صحت به تابع جبر بول و مدارهای منطقی استفاده میشه و برای استفاده هم کافی اینها رو درگنده را. در فصل دوم آموزش نرم افزار الکترونیک ورک بنچ در خدمت شما هستم با تحلیل دی سی که شامل زیر از قبیل مقدمه، تحلیل مدارات سری، تحلیل مدارات موازی و در نهایت تحلیل حالت های گذرا هست. اما قبل از اینکه شروع کنیم شبیه سازی رو این توضیح رو خدمت شما بدم که نرم الکترونیک ورک بنچ یه فرق اساسی با سایر نرم آنالیز مدار الکترونیکی مثل پی اس پایس داره تفاوتش چیه تفاوتش تو نحوه نمایش نتایج تحلیل رفتار مداره به چه صورت بدین صورت که توی محیط شماتیک ای دبلیو بی تو این محیط شماتیک این نرم یه دکمه رو فشار میدیم وقتی که یه دکمه رو فشار میدیم مدار شروع به کار میکنه عملکرد نقاط مختلف مدار سیگنال های خروجی رو میتونیم به وسیله ابزارهایی مثل اسیلوسکوپ یا مثل لاجیک آنالیزر یا بود پلاتر تو محیط خود نرم افسار مشاهده کنیم اما تو پی اس چه اتفاقی میفته تو پی اس برای نمایش نتایج آنالیز لازمه که از محیط شماتیک وارد محیط دیگری دی به اسم پراب بشیم و این سادگی کار با نرم افزار الکترونیک ورک بنچ رو میرسونه به عنوان اولین پروژه مقدماتی میخوام یه مدار ساده رو با لام شبیه سازی کنیم. به چی نیاز داریم؟ یک باتری نیاز داریم، یک کلید و یک لامپ ببینیم مسئله دسترسی به این مواردی که گفتم به چه صورت. برای دسترسی باتری وارد این بخش میشیم و سورس و گزینه باتری رو این حالت درگنده راب میاریم و انتخابش می نحوه انتخاب کردم خدمتتون عرض کردم که دیگه چپ رو نگه میداریم هر جایی که خواستیم از صفحه رها میکنیم اگر هم از اون المان خواستیم المان رو حذف کنیم که دیگه چپ رو نگه میداریم انتخابش میکنیم و گزینه دلیت رو از صفحه کلید یا کلیک راست میکنیم روی اون گزینه که داریم گزینه دلیت رو می زنیم. که ما نمیخوایم حذفش کنیم یه سری امکانات هست وقتی که کلیک راست میکنیم روی هر امکانات عمومی مثل کات کپی دیلیت روتیت چرخاندن ورتیکال هوریزونتال عمودی افقی مهمترین گزینه ای که اینجا وجود داره و در پروژه های بعدی هم به درد ما میخوره کامپوننت پروپرتیس هست اینجا مشاهده میفرمایید ولتاژ رو مقدار ولتاژ رو میتونیم تغییر بدیم واحدش رو میتونیم میلی ولت کنیم ولت کنیم کیلو ولت کنیم براش تلورانس در نظر بگیریم و یه سری امکانات دیگه که در ضمن پروژه خدمتتون عرض می‌کنم ما باتری رو آوردیم حالا برای اینکه به کلید دسترسی داشته باشیم به سراغ نوار بیسیک میریم و یک نمونه کلید معمولی که سویچ هست این رو به حالت درگ وارد صفحه میکنیم. اینم از کلیدمون که وارد صفحه کردیم مورد آخری که نیاز داریم یک لامپ معمولی هست لامپ معمولی رو هم ارز کنم خدمت شما که در نوار ابزار ایندیکیتور اینجا لامپ معمودی رو هم به صفحه اضافه میکنه همینطور که ملاحظه میفرمایید یه سری اعداد من نوشته ها اینجا روی المان ها روی این قطعات گرافیکی که وجود داریم نمایش داده شده مثل چی؟ مثل باتری کنارش مقدارشون نوشه 12 ولت و این لامپ که 10 واته و ولتاژش هم 12 ولته من میخوام این لام جهتش تغییر چه کار میکنم روی قطعه کلیک راست میکنم و گزینه روتیت رو انتخاب میکنم و اینکه میخوام این حالت این کلید هم عوض بشه روتیت رو میزنم مجددا روتیت که به این حالت باشه که بتونیم حالا قطعاتی که داریم رو بهش وصل کنیم برای اینکه این قطعات رو به همدیگه دیگه وصل کنیم روی این پین میریم اگه دقت بفرمایید نشانگر موس به حالت یک دایره توپر نمایش داده میشه این رو کلیک چپ رو نگه میداریم و به اون نقطه‌ای که می‌خوایم وصل کنیم میتونه به این وصل بشه میتونه به این وصل بشه می‌بینید که حالت موس تغییر می‌کنه این نقاط جانکشن هست نقاط کانکتوری هست که میتونه به هم دیگه وصل بشه من قطب مثبت باتری رو به یک سر کلیت وصل کردم و سر دیگه‌شون هم یک سر لامپ وصل می‌کنم بدین صورت در نهایت این دو قسمت رو هم به هم دیگه وصل میکنم تناغتی که الان نیاز داریم یک زمین هست وارد سورس میشم و گزینه یک گراند رو قطعه گراند رو به صفحه شماتیک هم وارد نکته که وجود داره این هستش که اگر برای طراحی قطعه مثل این مداری که ملاحظه می فرمایید اقدام کردید و این سیم کشی ها اون دایره توپر این دایره توپر اینجا منظورمه این دایره توپر نمایش داده نشد شما میتونید از بیسیک از گزینه کانکتور استفاده کنید خودتون برای مدارتون برای این قطعی که اینجا هست کانکتور در نظر بگیرید اگر زمانی کانکتور نداشت یا موجود نه من مجدد این رو به حالت قبل برمیگردونم این شد مدار ساده لامپ ما میتونم کلیک راست کنم روی قطع کامپوننت پراپرتیز رو بزنم و ولتاژش رو تغییر بدم اینجا میتونم نوع پکیجش رو تغییر بدم یعنی چی یعنی اینکه داره یه قطب باشه به این صورت دو قطب باشه مدار باز باشه یا اتصال کوتاه شده باشه تو بخش دیسپلی ترجیحا همه تیکا فعال باشه که ما بتونیم هم لیبل رو ببینیم یعنی نام این دکمه رو ببینیم نام این منبر رو ببینیم هم مقدارش رو ببینیم و اینا یه سری امکانات تخصصی تره که برای این قسمت خیلی کاربرد نداره و برای جاهای دیگه خدمتتون توضیح خواهم داد روی کامپوننت ستینگ این قسمت برای دکمه هم بریم میبینید که حتی میتونه کلید ما کلید سه حالته باشه اسم این رو هم میذاریم کی مجددا به صفحه تنظیمات باتری برمیگردیم فقط دقت بفرمایید قطب منفی باتری به زمین وصل شده باشه قطب مثبت باتری به این طرف کلید و یک طرف زمین ما منفی ما هم به این لام وصل شده باشه تو اینجا مقدار ولتاژی که عرض کردم خدمتتون میتونیم تنظیم کنیم حالا ما مقدار ولتاژ رو روی 10 ولت میذاریم اما یه گزینه مهم وجود داره اینجا ولتاژ تلورانس این به چه معنیه؟ یعنی تلورانس تغییرات ولتاژ باتری توی گزینه توی پنجره این کادر ولتاژ تلورانس به صورت گلوبال در نظر گرفته شده. به اصطلاح بخوام خدمتتون عرض کنم یعنی مقدار این به وسیله آنالایزر برنامه EWB مشخص شده. برنامه EWB همون الکترونیک ورک و لازم به تغییر نیست. به صورت گلوبال عمومی دیگه در نظر گرفته شده. ولی اگر بخواین تلورانس مورد نظر خودتون رو وارد کنید میتونید تو این کادر تایید گزینه یوز گلوبال تلورانس رو کلیک کنید بعد به جای این تلورانس مقدار تلورانس مد نظرتون رو اینجا وارد کنید و در نهایت اوکی رو بزنید اینجا البته این رو در نظر بگیرید این عددی که اینجا وارد میشه درصد تلورانس با کلیک کردن روی این حالت یوز گلوبال تلورانس دوباره اون حالت گلوبال خودش برمیگرد توی سربرگ لیبل ببینیم چه مشخصاتی وجود داره تو اینجا توی لیبل ما اسمی که تایپ میکنیم اسم باتری رو میذاریم در این کادر پایین رفرنس آیدی وجود داره به چه صورت پارامتر مورد استفاده توی روابط آنالیز مداره برای باتری استفاده میکنیم در نهایت هم میتونیم روی گزینه اوکی کلیک کنیم میبینید که این مقدارش تغییر کرد اسمش تغییر کرد و اون چیزی که ما مد نظرمون بود نشان داده شد امکان جالبی که اینجا وجود داره برای این دکمه که آوردیم این هستش که روی این کلید عبارت اسپیس نوشته شده چون که اسپیس نوشته شده ما اگر از صفحه کلید اسپیس بار رو همین دکمه اسپیس بار رو بزنید ببینید حالت کلید مدار وس مدار قط قط وس یعنی چی یعنی ما میتونیم عملیات قط و وس رو با استفاده از یک کلیدی که به مد نظرمون هست برای این مدار چیکار کنیم تعریف کنیم حالا من ممکنه دکمه دیگه ای مد نظرم باشه چیکار باید بکنم روی اسپیس کلیک راست میکنم کامپوننت پروپرتیز تو قسمت ولیو اینو میام تغییر میدم الان دکمه اسپیس رو زدم اسپیس زدم اینو مثلا میذاریم دکمه کا از صفحه کلی و اوکی رو میزنم حالا اگر کی رو بزنم میبینید که تغییر میکنه اون مقداری که ما میخوایم تغییر میکنه و مدار چطوری کلیدش قطع و وصل میشه حالا تنظیمات لامپ رو انجام میدیم با جزئیات بیشتر دابل کلیک میکنم اینجا در سربرگ ولیو دو تا گزینه نمایش داده شده. اینا چی هن؟ به ترتیب پی و وی مقدار توان ولتاژ کار لامپ رو نشون میدن که ما با این پیکان های افزاینده کاهنده میتونیم حتی واتش رو مقدارش رو خودش رو به صورت کامل تغییر بدیم. اما چیزی که الان چون من به ولتاج ما ده ولته ما مقدار دو وات رو انتخاب میکنیم با ولتاژ 10 ولت اینجا تنظیم مهمش همین گزینه بود که خدمتتون عرض کردم در سرورگ لیبل یک نام برای این لامپ تعریف می‌کنیم مثلاش رو می‌ذارم و در نهایت اوکی رو می‌زنم تا اینجا ما مشخصات مدار رو قطعات رو شناختیم وارد کردیم با نحوه دسترسیش آشنا شدیم حالا می‌خوایم کم کم مدار رو راه اندازی کنیم برای شروع آنالیز مدار این کلید اکتیو سیمولیشن که در بخش مقدماتی خدمتتون ارز کردم رو در حالت یک قرار میدیم چه اتفاقی میافته من کی رو میزنم ملاحظه بفرمایید با هر بار زدن دکمه کی از صفحه کلید میبینید که رنگ لام اگر کلید وصل باشه رنگ لام به صورت مشکی اگر کلید قطع باشه به صورت سفید در میاد اینجوری میتونیم ببینیم که یک مدار ساده لامپ ما چطوری شبیه سازه شده در این مدار حالا یه سری جزئیات و مقدمات دیگه میخوایم اضافه کنیم به مدارمون مثل چی مثل اینکه چطوری از آمپر و ولت استفاده کنیم اولین قدم اینه که ما آنالیز مدار رو متوقف کنیم کلید سف رو میزنم آنالیز مدار متوقف میشه و دنبال ولت متر باشه تو نوار قطعات گزینه ایندیکیتور باید پیدا کنم ایندیکیتور و ولت متری که اینجا نمایش داده شده با وی بزرگ نمایش داده شده رو به صفحه خودم اضافه میکنم بعد از ولت متر گزینه بعدی که باید به این صفحه اضافه کنم آمپر متره آمپر متر رو آم به حالت درگنده را به صفحه طراحیم اضافه م. پنجره رو میبندم همینطور که در جریان هستین ولت متر باید به صورت موازی در مدار قرار بگیره که ولتاژ رو نشون بده و آمپر متر به صورت سری باید قرار بگیره که مقادیر به درستی نمایش داده بشن من این اکتیو سیمولیشن رو رو حالت صفر قرار دادم ولت متر رو وارد مدار میکنم اینجا قرار میدم به دو سر لامپ وصلش میکنم البته چون که میخوایم آمپرمتر رو هم در مدار قرار بدیم این یه قسمت رو حذف میکنم اینجا سوالی که پرسیده میشه میگه مطمئنید که میخواین آیتم رو حذف کنید بله این آیتمی که انتخاب کردیم رو حذف میکنم یک سر آمپرمتر رو به سر مشترک بین منفی منفی باتری و ارز کنم خدمتتون که گراند قرار میدم به این صورت و سر دیگرش رو وصل میکنیم بذارید اینجا اتصال رو ما انجام بدیم همینطور که میدید ما با سرعت آهسته پیش میدیم که شما قدم با قدم این پروژه رو با ما انجام بدید بهترین حالتی که شما رفتار مدار رو درک میکنید و میتونید از این فیلم آموزشی بهره ببرید اینه که همزمان با بنده این پروژه رو به صورت عملی انجام بدید مدار رو طراحی کردیم و حالا زمان شبیه سازیه دکمه یک اکتیف سیمولیشن رو کلیک میکنیم نکته وجود داره اینجا چرا مقادیر ولتاژ و جریان ما صرف نمایش داده میشه دلیلش اینه که کلید بسته است پس من کار رو از صفحه کلید انتخاب میکنم و همینطور که میبینید مقدار ولتاژ و جریان رو داره به من نشون میده حال توی این شکلی که ملاحظه میکنید اینجا یه این نقطه وجود داره همینطور که تو تصویر میبینید مقدار جریان ولتاج لام کمی با اون چی که از توی روابط تئوری به دست میاد یعنی مقدار 200 میلی آمپر 10 ولت فرق داره چرا چون این برنامه الکترونیک ولت برای شبیه عملی کار مدار یه مقادیری رو برای مقاومت داخلی آمپر متر و ولت متر در نظر میگیره حالا اگر بخوایم مقاومت داخلی اینها رو تغییر بدیم تا این اختلافی که اون اوایل خدمت عرض کردم از بین بره به ترتیب این کار رو بعد انجام بدیم روی آمپر متر دابل کلیک میکنیم روی سربرگ ولیو کلیک میکنیم اینجا گزینه ای وجود داره در این صفحه مقدار مقاومت داخلی آمپرمت توی کار رسیستنس مقدار یک میلی اوم در نظر گرفته شده اینو چیکار میکنیم؟ اینو میام بعد تغییرش بدیم روی این پیکان کاهنده اینو تغییر میدیم تا به کمترین واحد برسه یعنی پیکو او. این به کمترین واحدش رسید یک پیکو او تو کادر مود چه کاری انجام میدیم مود کاری آمپر متر رو مشخص میکنه که این تو حالت مود دی سیه. در صورتی که نیاز به اندازه گیری مقادیر ای سی باشه میتونیم روی این پیکان کلیک کنیم منو رو باز کنیم فرستش که ظاهر شد اینجا روی حالت ایسی قرارش میدیم تا این حالت انتخاب بشه بعد برای تعیین اسم و اینها وارد سرورگ لیبل میشیم و تو کادر لیبل میتونیم اسم دلخواهمون رو تایپ کنیم اگر هم که اسم خاصی مد نظرمون نبود میتونیم که این رو خالی بذاریم و ادامه کار رو انجام بدیم و من اوکی رو میزنم به این صورت مقامت داخلی این آمپرمت تغییر کرد برای ولت متر هم دقیقا همین حالت دابل کلیک میکنیم ولیو رسیستنس بر حسب یعنی مقاومت بر حسب اهمه روی یک مگا اوم قرار داره این مقاومت داخلیش رو رو کمترین حالت میذاریم مقدار دی سی رو روی ای سی قرار میدیم لیبل هم که خدمت رو کردم برای نام و اینها استفاده میشه و در نهایت یک رو میزنیم بدین ترتیب ما میتونیم مقدار مقاومت داخلی رو هم برای ولتمت تغییر بید. دوباره یک رو میزنم و همینطور که ملاحظه میفرمایید تغییرات اینجا محسوسه و ما میتونیم تغییرات ولتاژ و جریان رو ببینیم تا اینجا ای کار یک مدار ساده لامپ رو بررسی کردیم پارامتراش رو گفتیم ولت ولتمت رو اضافه کردیم مقاومت داخلیش رو تغییر دادیم دوستان در ظاهر شاید این کار خیلی ساده باشه ولی همینطور که ملاحظه میفرمایید دیدید که با چه دقتی نرفسار الکترونیک ورک بنچ داره این کار رو انجام میده برای ما این آنالیز رو داره انجام میده زمانی میرسه که ما نیاز داریم نتایج کارمون رو ذخیره کنیم من این اکتیو سیمولیشن رو صفر میکنم وارد منوی فایل میشم گزینه سیو از دوستان دقت بفرمایید اینجا در کادر فایل نیم نام پروژمون هست پسوند پروژه ما دات ای دبلیو بی هست به صورت پیش فرض تو این مسیر ذخیره میشه تو این مسیر سی پروگرام فایلز ای دبلیو بی و پوشه ای دبلیو بی اینجا ذخیره میشه من میخوام در مکان دلخواهم ذخیره کنم آدرسی که مد نظرم هست رو بهش میدم وارد اون آدرسی که مد نظرم هست میشم تو پوشه که مدنظرم نظرم هست و اسم این فایل رو میذارم P1 به عنوان اولین پروژه و در نهایت اوکی OK رو میزن. پروژه من ذخیره شد. در ادامه وارد آنالیز مدار DC سری و موازی خواهیم شد. در این قسمت آنالیز مدارهای DC و مدارهای مقاومتی سری رو خواهیم داشت. این فرض رو در نظر گرفتیم که شما به صورت مقدماتی و متوسط با مدارهای الکتریکی و الکترونیکی آشنایت دارید و ما خیلی به مباحث تئوریت اشاره نمی کنیم بیشتر محوریت این آموزش آموزش بر روی نحوه کار و نحوه استفاده از نرم افزار برای اون ابزاری که شما مد نظرتون هست مورد نظر ماه که شما بتونید آزمایش هایی که در آزمایشگاه الکترونیک میخواید انجام بدید به صورت تئوری محاسباتش رو انجام دادید و حالا نیاز دارید که نتایج تئوری و عملی رو با نتایج شبیه سازی مقایسه کنید این فرض رو ما در نظر گرفتیم قبل از اینکه وارد مدارهای مقاومتی سری بشیم یک نکته خدمت رو خدمتتون عرض میکنم برای اینکه این که این صفحه ورک بینچ ما که صفحه سفید هست صفحه خطکشی نشده میشه گفت در اصل هستش که بخوایم یک سری المان ها رو به صفحه اضافه کنیم و روی خطوط خاصی طراحیمون رو انجام بدیم که مدار شکیل تر باشه ببینیم چه کار باید انجام بدیم کلیک راست میکنم یک جای خالی صفحه گزینه شماتیک آپشنز چند تا تب داره بعضی رو خدمتتون عرض کردم ولی الان چیزی که مورد نیاز ما هست گزینه شوگرایده که اون رو بزنید خطوط خدکشی خط که اینجا میبینید نمایش داده میشه ما حتی میتونیم زومم دقیقتر کنیم فکوسمون رو بیشتر کنیم روی این صفحه که اون ترهایی که اون علمان که به صفحه اضافه میکنیم سیم کشی رو بدونیم روی این خط ها انجام بدیم برای مقاومت سری ما تا مقاومت در نظر گرفتیم که ولتاژ کلی مدار رو ببینیم، ولتاژ دو سر مقاومت ها رو ببینیم، جریان کل مدار رو هم ببینیم. ببینیم چه کار باید انجام بدیم. از منوی سورس گزینه باتری به صفحه اضافه می‌کنیم یک زمین لازم داریم از منوی بیسی گزینه رسیستور سه تا مقاومت اضافه می‌کنم به مدار این از سه تا مقاومت های من و برای اینکه به آمپر متر و ولت متر دسترسی داشته باشم از این گزینه ایندیکیتور ولت متر رو در میکنم. دراب می‌کنم چهار تا ولت متر لازم داریم و یک عدد آمپر متر من زوم رو کمتر کنم ولتاژمون همون 12 ولت مناسبه فقط بعد این مقاومت ها رو مقدارش رو تغییر بدیم برای اینکه دقیق تر هم بشه مجدد زوم میکنم سعی میکنم مقاومت ها رو روی رو یک خط قرار بدم که البته روی یک خط قرار دادم فاصله هر کدوم از این ها. این مقاومت تا این مقاومت چهار نقطه و این مقاومت تا این مقاومت هم به صورت چهار نقطه هست پس فاصله رو میتونیم اینجوری برای خودمون تنظیم کنیم چون ولت رو میخوایم به دو سر مقامت ها متصل کنیم بعد این فاصله رو بیشتر کنیم که با همدیگه دیگه نداشته باشن و با هم دیگه قاطی این فاصله هایی هم که از حدودی حتما لازم نیست همینطور که من خدمتتون عرض کردم رعایت کنید ولی حدودی چشمی و حدودی ولی اگر بخواید دقیق انجام بدید یا مثلا بخواید مدارتون رو این طرحی که دارید رو شبیه سازیتون رو برای گزارش کار آزمایشگاه یا برای جایی ارائه بدید لازمه که تمام نکات طراحی رو چه به لحاظ گرافیکی چه و چه به لحاظ اندازه و سانتی رعایت کنید که طرح بهتری رو داشته باشید برای دسترسی به خصوصیات مقاومت دو تا راه داشتیم یکی اینکه دابل کلیک کنیم یکی اینکه روی اون المانی که داریم کلیک راست کنیم گزینه کامپوننت پراپرتیز نکته وجود داره الان دقت بفرمایید این المان هایی که بنده به صفحه اضافه کردم همه رنگشون مشکیه من میخوام یک قطعه رو تو حالت هایلایت قرار بدم تو حالت انتخاب قرار بدم یک کلیک چپ میکنم میبینید رنگ اون المان از مشکی به قرمز تغییر پیدا کرد یعنی چی یعنی این المان در حالت انتخاب قرار داره